درود به همه شما دوستان عزیز و مهربون امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی هستم خبرنگار مستقل و آزاد که با اخبار 24 ساعت گذشته باید در خدمتون می بودم ولی امروز ما دار فرق داره یه سری خبر خیلی داغ که مخاطبای خاص خودشو داره اومده بودش که هر جوری حساب کردم بخوام اینا رو تیکه تیکه بیارم تقدیم بکنم دیدم که اصلا اون حسش از بین میره یعنی چون یه حالت سریالیه برای همین تصمیم گرفتم با یه بخش خبری ویژه که همونطور که در کاور کار هم میبینید با اون در خدمت شما باشم میدونم که خیلی منتظر بود با بالاخره حق به حقدار میرسه یا نه یه عالم حرف شنیدیم آقا اینا واقعیت خالی بندی بوده داستان بوده تئوری توتعه بوده یا نه واقعیت داشته که امروز تو این برنامه مشخص میشه که خیلی هاش نه تنها واقعیت داشته بلکه داره به جای حساسم میرسه قبل از اینکه شروع کنیم اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنید در هر زمان هم که ویدیو رو لایک بزنید کمک میکنید که فارسی زبانه بیشتری در دنیا توصیه بشه اما عید نوروز تعطیلات نوروزه و ما نیت کردیم که تا 13 به در این نوروز این نروز رو با شما جشن بگیریم اون وسطاش هم سعی کنیم اگه میتونیم به هموطنامون کمک کنیم به میرم صدر باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز گلناری ناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا پوست دهن با لب خوابی به شکوف خنده ی تو جلبه ها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم به بهاری با بیقراری شکوف بر بر کند بر بر و نال پریشان بر دست سب و دشت شد شکوف می رفت زدم باد بهاری شده سر تا سر در سبز و گلناری شکوفه های بیقرار بله عید سالناتون بازم مبارک باشه امیدوارم که در هر جا هستید خوب و خوش باشید قدر این لحظات رو بدونید قدر این بهار زیبا رو بدونید و اینکه در این قدر دونستانه شادی کردنه در این با عزیزان دلتون همراه بودنه یا باشه که سری هموطنمون هستن که نیازمند کمکن در قربت هم گرفتان از بده حادثه در کشور خودمون نیستن که لاقل مردممون یکی بگه آخ حداقل بهم گردن نگاش میکنن در اون حداقل سعی میکنن کمک بکنن بعید میدونم در کشور از اون با تمام فقر و مشکلات اگر یکی بیاد بگه آقا من بچم گرسنه است کسی بگه به من چه ممکنه به ده نفر برخورد بکنه از این ده نفر هشتشون بگم منم بچم گرسنه است بخاطر دو نفر پیدا میشن یه لقمه نون دسته بنده خدا بدن ولی در ترکیه مخصوصا در ترکیه و در یونان اصلا اینجوری نیست بلکه جوابش ممکنه دشنام و هزار بحث ناخوشایند باشه در سال گذشته ما خیلی از این هموطنانش تونستیم با کمک شما یه جورایی کمک بکنیم مشکلات رو حل کنیم بیماری داشتن فرق داشتن مسائل مختلف بوده این فیلم رو ببینیم یه گزارشکار اون اتفاقات قشنگی که با هم انجام دادیم در کنار این به این فکر کنید که چقدر میتونید کمک کنید که امسال هم همین اتفاق رقم بخوره یا همین امروز با کمک شما دوستایی که یاوران هموطنان عزیزمون در داخل کشور بودید در سال گذشته تونستیم تغییرات خیلی بزرگی رو در بعضی جاها ایجاد کنیم چند ده آبرسانی به خوزستان داشتیم در سیستان و بلوچستان آبرسانی زیاد داشتیم روستاهای خشکی که مردمشون چشم به راه بودن تا شاید یه تانکر از ته جاده به پیچ بیاد با کمک شما آبرسانی انجام شد و مردمش تونستن حداقل چند روزی در ماه رو با شادی آب سپری کنند واسه بعضی از روستا با کمک شما تانکر خریدیم تانکر ها در حال بارگیری از طرف بنیاد نوروز بعضی از روستاها ها که مشکلشون با یه پمپ حل میشد شد اونم شما کمک کردید خیریه بنیاد نوروز تونستن از طریق خیران و دوستان نیکوکار این مشکل رو رفت کنند و با نصب یک کفکش داخل رودخانه تونستند آب رو از رودخانه به بالای این تپه که مردم سکونت دارن برسانند با همه این سختی‌هاش تونستیم با کمک هم به مردم سیل زده و زلزله زده جنوب کشور مواد غذایی و پتو و چادر بفرستیم اینجا بندر و در حال خرید هستیم ما تو این سفر 100 تا پتوی دو نفری گرفتیم 100 کاتون مواد و خوراکی تهیه کردیم این کمک ها رسید دست مردمی که واقعا در اوج نداری و محرومیت بودند کسایی که فکرش هم نمی کردن. وسط بیابون یه ماشین بیاد نگر داره بگه یه سری هموطن عاشق از اون ور آب پول دادن برای شما مواد غذایی خریدن برای شما دمپایی خریدن آوردن اینجا تا شما بتونید یه مقدار چند روزی راحت تر زندگی کنی تا بچه هاتون یه دلخوش کنکی داشته باشن همه اینا به خاطر وجود شما نازنیناست. بعضی هم معرفی شدن به بنیاد که مشکل خاص داشتن باید بهشون بیشتر رسیدگی میشد واقعا مشکل دارم خواهش میکنم اگه میتونید به من کمک کنید به من نه به بچه هم کمک کنید من دخترامو درمان کنم یه بهشون برسم بعضی هم مثل جنت خانم بیماری خاص داشتن و هزینه سنگین ما دختر داریم به اسم جنت دوازده سالشه بیشترین مشکلی که داره همین دختر ما که فلج کرده کوشش کنید تلاش کنید یک راه حلی پیدا کنید که ما بتونیم یک خورده با این مشکلی که داریم کنار بیایم و درد ما کمتر بشه یا مثل بابک نازنین یه ویلچر شکسته و هزار و یک مشکل و گرفتاری زندگی توی تأمین مخارج زندگیم واقعا موندم من الان حدود بالای شیش ماهه که ویلچرم شکسته انقدر بردم جوش دادم پیش این استاد کار ترکه گفت دیگه نیارش این آلمینیوم هر وقت جوش میدی از بالاترش میشکنه خشک میشه یه مرد خونه که بیمار نمیتونه کار کنه تنها وسیله کار کردنش هم یه گاری بود که اونم ازش دزدیده بودن نظر پوشا که اصلا سفریم لباسمونه که مردم میده اصلا لباس نمیتونیم به من الان دو سال نمیمونم ترکیه شلوار نتونستم برای خودم بخرم یه جوراب نتونستم بخرم حقیقت بگم به خدا حتی یه ناخونگیر نتونستم برای خودم بخرم همه را از اینون اون چوری میکنم آروشا خانم داشتیم که مشکل شدید داشت سلامتیش احتیاج به عمل جراحی داشت و خانوادهش هزینه این عمل جراحی رو نداشتن شما کمک کردین دختر دومم بیماره که سه سال و اسم اون آروشاست میخواستم در ابتدا از بنیاد نوروز تشکر کنم از همه هموطنان هم که همدردی کردن و هر شکلی که میتونستن ممنونم امیدوارم که برای همتون شادی و سلامتی باشه مطمئنم تو این سال جدیدم با کمک هم میتونیم خیلی کارهای خوبی انجام بدیم یادمون نره قرار هر کس یه کوچولو کمک کنه تا با کمک هم یه دنیا رو آباد کنیم برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن و, 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 و هشت صد تماس بگیرید. دیگه من نمیدونم چجوری بگم دیگه سفارش نکنم دیگه نمیخواد خیلی هزینه کنید ولی فکر کنید که چه میدونم خواهرزادهتون اومده خونه با هاش ایدی باید بدید هزینه کم هم شده ولی این پول کمک کنید بذارید که جمع میشه در کنار هم میتونه یه مقدار وضعیت بعضی از هموطنامون رو بهتر کنه الان ما تماس داشتیم بند خدایی است شدیدن مشکل داره قلبش باید جراحی بشه در ترکیه است از دیگه بوده نارتی چشم داره چشش تخلیه میکنن اگه جراحی نشه باور کنید اینا با همون هزینه های کمی که شما میدین 10 دلار 15 دلار 50 دلار بعضی 100 دلار اینا در کنار هم میاد و دعای خیر این عزیزان خیلی ها بدونن که تا آخر عمرتون دنبالتونه مطمئن باشید که دست روزگار همون پولو بهتون برمیگردونه هم تمام بیماری و گرفتاری رو از خودتون و عزیزای دلتون قطعا رفت میکنه شما رو بنیاد رو صفحه یک هفتصد چهار پانسد چهار هفت هشتصد یا میتونید به نوروز دات اوارژی مراجعه کنید اینجا لینک دونیت وسط صفحه است از اون طریق میتونید کمک کنید به مردم عزیز کشورمون باز هم میگم این چند روزه فقط مخصوص کسانی که در غربت گرفتار شدن اما اگه بخوام بریم سراغ اخبار یه نکته بهتون بگم که چند وقتی از بذاری من اینو بزنم از قبل از انتخابات یه بحث خیلی داغ شروع شد بحث همین لپتاپ هانتر بایدن بود و آخر نفهمید آقا راست بود درست بود یه سه عکس ها میبود مشخص بود عکس واقعی دیگه این کاری که داشت میکرد و این مواد و فلان و مشخص بود ولی هیچ جزا چیز صحبتی نمیشد انقدر که یواش یواش داشت به دست فراموشی سپرده میشد اما جدیدن اومده بالا عجیب هم اومده بالا عجیب تر از اینکه اومده بالا اینه که چرا الان اومده بالا یعنی <تصفح> از هر جهت که نگاه میکنید ولی بسیار بحث حساسیه بسیار بحث هیجان انگیزیه این برنامه کاملا به این داستان اختصاص داره اگر داستان دنبال میکردید ببینید اگر که براتون سوال بوده این بخش را حتما ببینید ولی این داستان اینجا تموم نخواهد شد اینو گفتم اول ویدیو که بعضی از دوستان اگر تا انتهای ویدیو بیننده هستن بمونن اونایی که منتظرن که اخبار ایران یا اخبار اوکراین روسیه بیاد این بخش خبری فقط مخصوص این اتفاقی که اتفاق بسیار بسیار مهمیه میتونه باعث برکنار شدن بایدن بشه حالا میریم توی کار با هم دیگه آنلاین ترجمه میکنم که در حس و حال اتفاق قرار بگیرید من میتونم بنویسم بیارم روخونی کنم ولی فکر کنم اینجوری یکی از دوستان گفت هم کمک میکنه زبانم خوب شه حالا من ادعا زبانم خیلی خوبه که بتونم زبان بقیه رو خوب کنم ولی حس گفتن اون جمله به نظر من مهمتر از متن نوشته اون داستان هستش برای همین اینجوری خیلی بهتر میتونید شرایط رو درک بکنید شما وقتی یه اتفاقی میفته و این رو می نویسید نمیتونید هیچ موقع حدس بزنید که با چه لحنی گفته شده به این آقای پیتر برک که استنداپ کمدینه یه داستانی میگه میگه مثلا خانومه و آقاه با هم دارن شوخی میکنن خانومه میگه نکن خیلی بیشوری نکن میگه ولی وقتی میرن دادگاه دادگاه وقتی داره متن رو میخونه متن درسته ولی وکیل خانومه میگه گفتم نکن خیلی بیشوری نکن دقیقا تفاوتش تو این داستان حالی مثال کمدی دارم که ذهنتون بهتر جا بیفته اما بس از سر همینه بریم ببینیم که داستان چی بوده با همون حس و حالم ببینیم خب این برنامه رو اول برنامه فاکس اند فرندز که ب... میشینن و در مورد مسائل روز صحبت میکنن قبلا از این برنامه براتون پخش کردم همه بی هیجان زدن به خاطر این خبر خاصی که اومده بیرون بریم با هم داشته باشیم یه دیروز این برنامه بهتون گفتیم که چجوری انتر بایدن وام میلیون دلاری گرفته واسه که اون پول مالیات عقب افتاده شو پرداخت بکنه که بتونه خوش طور خوش خوش از درسر جد کنه به نظر میرسه که نیویورک تایمز همین داستانو در روز قبل کار کرده okay. uh, و جز تیتر اصلی خبرشون بوده میگه در پاراگراف 24 روم که معمولا خیلی بعیده یه نفری یه داستانی تا 24 پاراگراف دنبال کنه در اون پاراگراف اشاره شد به یه ایمیلی که بین هانتر بایدن و شریکش رد و بدل شده In the New York Times. و نوشته شده در نیویورک تایمز نوشته شده که این ایمیلا از طریق توسط نیویورک تایمز از فایله که کش میشن فایله که شما یک بار توی انترنت میبینید هر چیزی که توی اینترنت میبینید در حقیقت داره توی اون کامپیوتر شما یا موبایل شما یا فون شما کپی میشه یعنی شما عموماً چیزی رو میتونید در اینترنت ببینید یا بخونید که اول کپی شده رو کامپیوترتون به این فایله که کپی میشه میگن کش یعنی. حالت وجود داره که میتونن برن پای کامپیوتر شما و ببینن که مثلا شما دیروز پیروز کامل چی دیدید به این کپی کردن فایل میگن کش میگه از فایل های کش شده روی سیستم هانتر بایدن از یک لپتاپی که به نظر میرسه در دلاور داده بوده به تعمیرگاه این خدمات کامپیوتری و اونو ول کرده بوده یعنی نرفته بوده تحویل بگیره Sound familiar? The email می من آشنا نمیاد به گفته نیویورک تایمز ایمیل هایی که روی این دستگاه بوده و کش شده بوده توسط افراد آگاه و همچنین محققان راستی آزمایی شده یعنی فایل هم درسته. Keep in mind This all came to light before the election. نه حواست باشه که قبل از انتخابات بود که این بر اولین بار داستان رو شد ما خبر اینجا پوشش دادیم نیویورک پست هم خبر رو پوشش داد اون یه کپی از لپتاپ از رودی جولیانی گرفته بودن و امروز میگه امروز تیتس دادن که همه این حقایق زمانی آماده به چاپ شد زمانی منتشر شد که دیگه جو بایدن انتخاب شده بود به نظر میرسه که همه چار چنگولی بایستده بودن که فقط بتونن از جو بایدن حمایت کنن این داستان خیلی بزرگه، البته بگم ما همهمون این داستان رو میدونستیم تونی بابلینسکی اومده بود تو این شبکه با کریس تاکر یه مسابقه کرده بود که نمیدونم دیدید یا ندیدید برای همون موقع هست. میگه به بابلینسکی اومده بود به این شبکه میگم بنده خدا صاحب خدمات کامپیوتری ورشکست شد که میدونی بنده خدا چششان نابیناست تقریبا خیلی کم بیناست میگه به خاطر این عمل وطن پرستانه که انجام داده بود this forward for all of us to see. که این لپتاپ رو یه جوری در معرض دید ما گذاشت و ما حقیقت متوجه بشیم the و دولت و همه مردم شروع که همش حمله کردن میگه به نظر من خیلی در آمریکا راحته که حواس شما رو پرت کنم میتونه توسط حالا تصاویر... مستهجن خانگی باشه که این سا سا سایت مثل پرن ها با اینا میذارن you know, با مواد مخدر همین داستان این چیزایی که وسایل استعمال این مواد که جو بایدن دستور داده بود که اینا رو باید به متادا مجانی بدید که خیلی سرصدا به پا کرده بود و غیر میگه خیلی راحته که حواس رو پرت کنن

it's not it's so important think about the countries that are in the news right now get اصلا اینجوری نیست بسیار مهمه دقت کنید به کشورایی که الان در اخبار هستن ukraine russia china اوکراین روسیه چین you know at the center of what we're dealing with right now and we still have not gotten to the bottom اینا در مرکز همه اتفاقاتی هستن که ما امروزه باش رو رو و رو در رو هستیم و هنوز نتونستیم به این داستان رو به یه سرانجامی برسونیم یعنی که بالاخره تکلیف ما این کشور چیه؟ really Biden Biden. Biden و مهمتر از که نتونستیم داستان فساد خانوادگی بایدن رو مشخص بکنیم آیا نفر اصلی این فساد خود جو بایدنه؟ 10 کسی که ده درصد پورسانت گرفته بوده؟ He may be compromised. He may not be able to with clean hands do what's best for America in this situation. میا این واقعا اینجوری بوده بوده قطعاً اون موقعیتش موقعیت پیچیده ایه اون نمیتونه در موقعیتی باشه که بهترین تصمیمو برای منافع ملی آمریکا بگیره مخصوصاً در این شرایط. And just as importantly I think is the fact that our country spent four years um looking at Russia's Russian interference in our election and it میگه و با توجه به اینکه این حقیقت که ما چهار سال تمام کشور ما وقت گذاشت که فقط روی دخالت روسیه در انتخابات ترامپ منظورش تحقیقات انجام بده که در نوید مشخص شدش که این رسانه ها و بیگ تک بودن که در انتخابات ما دخالت کردن Um, <applause> میگه اگر اجازه میدادن که نور و روشنایی روز تابیده بشه قطعا این انتخابات قطعا در اون زمان متفاوت برگزار میشد که بغلش هم تایید میکنه <applause> میگه ده درصد از کسایی که در نظرسنجی اخیر شرکت کردن گفتن که ما قطعا به بایدن رای نمیدادیم اگر این حقیقت ها رو میدونستیم Trump would president right now and because for four years there was no incursion into leadership میگه الان رئیس جمهور آمریکا همچنان دونالد ترامپ بودش و هیچ حجوم و هیچ حمله ای هم قطعا تا این لحظه به اوکراین انجام نشده بود اگه این اتفاق افتاده بود right و اعتقاد دارم که اصلا در این شرایط جنگی در حال حاضر نبودیم the intelligence officers from Leon Panetta to John Brennan who signed their names to Michael Hayden پنجاه نفر از افسران عالی اطلاعاتی آمریکا میگه از لئون پانتا تا جان برنان اینا اسمشون در کنار مایکل هیدن و اینا اومده بوده اینا همشون باید بدنام بشن باید نابود بشن از بین برن اینا کسایی که باید از عملی که انجام دادن خجالت بکشن اینا چیکار کردن اینا پنجاه تا افسر عالی اطلاعاتی بودن که امضا کرده بودن این لپتاپ وجود خارجی نداره و همه این داستان داستانی ای که فیک نیوز روسی است چون میگه بر اینکه همه میدونستن که این داستان واقعیه میگه حد اقلش اینه اون چیزی که اونا خودشون میدونستن اصلا ارزش اینو نداشت که بیان با توجه به پیشینه شغلی که داشتن زیر یک همچین برگه رو امضا کنن زیر همچین گزارش رو امضا کنن گزارشی که اعلام کردن همش خالی بندیه Which they got off so if... میگه اینا با پول مالیات دهنده ها آموزش دیده بودن two, میگه نگاه کنید به نیویورک پست که وقتی اومده این مطلب رو کار کرده چقدر کاربرا رفتن زیرش فوش و و بیران نوشتن no you... نوشتن که شوخی میکنی ما کل مدت میدونستیم که این داستان واقعی بوده با اینکه ما میدونستیم همه چی درست بوده به چجوری به خودتون اجازه دادید بیاین شبکه های اجتماعی ما رو ببندید مسدود کنید این داستان بزرگتریه یعنی حالا خود خلافه یه طرفه اینایی که به کسی که حقیقت رو گفته تهمت زدن و بعد رفتن اکانتاشو رو بستن اون داستان بسیار بزرگتریه یه فقط یادتون باشه وقتی این داستان اومد بیرون واکنش رسانه ها بهش چی بود یه ایمیل که اخیرا منتشر شده ادعا میکنن جزئیات معاملات تجاری پسر جو بایدن رو به تفصیل دارند توضیح میدن تلاش های مداوم اطلاعات نادرست و میس روسیه هستش به اون مربوطه و دقت کن همه فیک نیوزا یه متن دقیقا میگن recently ایمیل هایی که اخیرا منتشر شد و ادام کنند جزیات معاملات تجاری پسر جو بایدن هستند اینا در حقیقت بخشی از این کمپین و تلاش همین میس اینفورمیشن اطلاعات نادرست روسی هستن uh, لپتاپ آنتر بایدن و ایمیل هایی که اومده بیرون اونطوری که مقامات اطلاعاتی گفتن میدونید که یه میس اینفورمیشن روسی هستش که اومده بیرون

از بایدن داره میپرسه بایدن میاد در میبینه نمیتونه میگه که داستانه که در ماه پاییز اومد بیرون در مورد پسر شما هانتر بایدن آیا اینا همون فیک نیوز و دیس اینفورمیشن چینی بوده که میخواستن کمپین شما رو خراب بکنن همونطوری که قبلا گفته بودین بله 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 <سؤال> ام، یه خدا دوستت داره فقط هم یه سوال و بلدی بپرسی کل یه همچین چیزی میگه ازتون متشکرم و بهتون قول میدم که جستیس دیپارتمنت من به صورت مستقل داره روی این کار کار میکنه و توتو قصه رو کاملا در میاره Keep this mother of Hunter Biden's child. این هم خیلی جالبه میگه حواستون به مادر بچه هانتر بایدن باشه یعنی میشه دوست دختر هانتر بایدن که ازش بچه داره این جدیدا اومده یه کوچولو حرف زدم یه کوچولو که حرف زده فکر کنم هانتر بایدن متواری نشده باشه الان خیلیه این خانم که اهل آرکانزاس و یه بچه داره از جوهر هانتر بایدن کامل تکذیب میکرد که همچین بچه داره تا اینکه یکی از این گزارش های مالیاتیش اومد بیرون و باشه 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 من میمونم پول پرداخت میکنم که اطلاعات خیلی زیادی داره و همین جدیدن هم وکیلش کلینت لانکستر که برای لندن الکسیس کار میکنه به سی ام گفته که اطلاعات بسیار زیادی داره در مورد همین وضعیت مالی و مالیاتی هانتر میگه جالبه که این وکیله خیلی هم آدم خوش صحبتی بوده موقعی که ازش فیلم برداری کرده یعنی با مصاحبه تصویر روش کردن میگه که من اصلا سرپرایز نمیشم اگر که دختری تصمیم گیره بیاد صحبت بکنه و اگر بیاد اون مطالبی که میدونه رو کامل بیان بکنه میتونه برای همه جالب باشه به خاطر اینکه اگر که این حرفا رو بزنه و باعث بشه بایدن بیاد و شروع کنه حقیقت ها رو گفتن اعتبار زیادی رو دختره میگیره میدونی که بعدا یه کتاب مینویسن فیلم یا رو ساخته میشه کلی پول و اعتبار رو اینا میگیرن well, uh, right uh, میگه دلیل اینکه الان چرا داریم مسائل مطرح میشه برای چی الان حالا یه جور افشاگری شده اینه که وکیلش دیروز در مورد این مسئله صحبت کرده و افشاگری کرده uh, به خاطر اینه که مقامات قضایی دیروز با مادر بچه بایدن با صحبت کردن و وکیله هم با اف بی آی صحبت کرده I would be shocked if Hunter Biden is not indicted over this. میگه وکیل همه این مدارک رو دیده و گفته که من کاملا شوکه میشم اگر که هانتر بایدن با این مدارک مجرم شناخته نشه. So the question is why would the New York Times come out with this story to fix the story after 17 months of radio silence? میگه حالا آره سوال اینجاست که چرا بعد الان نیویورک تایمز بیاد بیرون و سعی کنه یه داستانی رو که 17 ماه پیش تصمیم گرفته روش کار نکنه و سکوت مطلق در موردش انجام داده بعد از 17 ماه بیاد حالا داستان الان مطرح کنه که بخواد اون داستان 17 ماه پیشو که کار نکرده رو بخواد ماله بکشه یه جوری It could میگه یه حالتش اینه که هانتر بایدن قطعا قرار مجرم شناخته بشه محکوم بشه و نیویورک تایمز میخواد بیاد اون کار نکردن داستان 17 ماه پیشش الان جبران کنه و از اعتبار خودش به یه جورایی بتونه به اعتبار خودش کمک کنه Times running 2024 یا اینکه میخواد اعتبار جو بایدن رو برای انتخابات 2024 از بین ببره تا بتونه فضا رو برای یه نفر دیگه باز بکنه. میگه <وزنان> <سؤال> <سؤال> شاید میخوان زیر پاشو بکشن برای همه انتخابات یا شاید هم ممکنه دلیل دیگه داشته باشه میگه فقط برای من که چرا 17 ماه نشستن رو داستان بدون که کاری بکنن say, oh, yeah. تیوده ماه سکوت تا دیروز که یهو اینجوری بگن که آه بیا جو بایدن ارتباطش با تونی بابلینسکی مشخص شد به همراه یه عالم پول بی که ما در موردش هیچ توضیح نمیتونیم بدیم اطلاعات میخوایم کتاب میراندا دیوین هست همون لپتاپی از جهنم بریم بخونینش میگه یه دون از این ایمیل ها رو بخونید دستتون میاد همینا که اینا میگن نه ما این رو نزدیم ما ای ایمیل ها رو تایپ نکردیم و غیره right. <بزیوب> میگه پنجاه نفر از مامورای اطلاعاتی آمریکا اومدن امضا کردن که این میس انفورمیشن روسی است میگه یه سری سناتورای چی معنی کنم سناتورای بدنام که هنوزم سناتور هستن مثل سناتور جانسون سناتور گراسلی سمیر سناتور گراسلی جست رایت بفور وی گو امجن بین دونالد ترامپ رایت ناو میگه حالا قبل از که جلو تر فقط فرض کن که الان دونالد ترامپ اینجا بود You lost this election because the میگه بهش بعد میگفتیم شما انتخابات رو باختین به خاطر اینکه مدیا و بیگ تک با هم دست کردند کردن تا بتونن تبانی کردن که بتونن یه کار کنن که شما به عنوان رئیس شما انتخاب نشی یعنی yani در حقیقت تقلب کنن تو انتخابات و مردم آمریکا حق دارن که حقیقت رو بدونن <متصال> <متصال> بعد بدونن که آیا رئیس جمهور شون پول کثیف هست هر کدوم از این کشور گرفته یا نه میگه الان نیویورک تایمز میتونه کتاب لپتاپی از جهنم میراندا دیواینو از تو لیست کتابای تخیلیش خارج کنه و تو لیست کتابای واقعیش قرار بده نیویورک <applause> It میگه چون به اعتراف خود نیویورک تایمز این داستان واقعا اتفاق افتاده. That's real be book of the year. Right. Uh, yeah. میگه اسم این خبرنگاری واقعیه و بعد این کتاب بشه کتاب کتاب سال یعنی بعد بهش یه جایزم بدن اما این داستان به این راحتی نیست و میگه امروز میخوام بیشتر در موردش صحبت بکنیم به خاطر اینکه بودن این اتفاقه و این پولای سنگینی که این وسط رد و بدل شده که اسنادش موجوده میگم حتی اوکراین تا قبل از این اتفاقات وحشتناک بیفته کنفرانس خبریشو دارم تو کانال اگه بری سرچ بکنید شدیدا با اسناد وایساده بودن میگفتن که نخست وزیر سابق کلاورداری کرده با بایدن با هانتر فلان رو داشتن میگفتن پول مملکت ما رو باید پس بده بایدن با اصلا بحثی سر کاری به حقوقی و قضایش نداریم پول مردم ما رو خوردن و بیارن پس بدن بریم یکی هم ببینیم من صدا شکم زیاد کنم که خودم هم بشنبم جسی هم که میشناسید ازش فایل زیاد تالا کار کردیم Trump was doing the YMCA dance. من گیدم یه خورده قبل از انتخابات وقتی که ترامپ داشت رقص YMCA انجام میداد. Biden couldn't even spell YMCA. بایدن حتی نمیتونست YMCA رو هجی کنه. Amy Coney Barrett sailing through and warp speed was just around the corner. موقعی که Amy Coney Barrett که اون موقع کاندید دادگاه عالی شده بود باز خودش داش میپلکید و همه اتفاقات با سرعت زیادی در پیچ و تاب در حال انجام بودن قطعا سرپرایز اکتبر هم یادتون میاد نیویورک پست نوشتش که پولشویی کثیف بایدن منظور هانتر بایدن که اطلاعات از لپتاپش به دست برده بود که این لپتاپ در یک خدمات کامپیوتری در دلاور رها شده بود channel, اگر این کانال رو قبلا نگاه میکردین یا اینجا یه کردیت بر خودم میگم اگر اخبار خاموش رو نگاه میکردین قطعا در موردش میدونستین اسمش اخبار بود دیگه اما اگر به رسانه های اصلی که اینو استایلشونی بود که هر خبری رو ربط بدن به پروپاگاندای روسی به اونا نگاه میکردین که این کلا واحد پول رایج کمپین بایدن بود دیگه هر چیزی رو که میخواستن انکار کنن گفتن این

داستان رو به صورت یک بمب خبری مطرح کرد خبرنگارا از همه جای کشور شیرجه زدن وسط که بتونن داستان لپتاپ رو از اعتبار ساقط کنن هم لپتاپ و تمام رازهایی که در اون نهفته بود بهش سریع اتیکت اطلاعات غلط روسی زدن fake news. fake مثل این کلا داشت همه جا دست به دست میشد تو رسانه‌ها. The truth behind the Hunter Biden's non-scandal. حقیقت پشت عدم رسوایی هانتر بایدن نه رسوایی عدم رسوایی جن <laughs> ساکی was quick to pull the trigger at the time. She said, quote The Hunter Biden story is Russian disinformation. جنساکی هم سریع سعی ماشه رو بکشه رو تایمز و برگشت گفتش که این اتفاق یا این خبر آنتر بایدن یه راشن ایفور میس یه اطلاعات قطع روسیه They all sounded like parrots. اینجاش خیلی باید میگه همشون واقعا مثل توتی مثل کاسکو هست که یه, یه یاد میگیرن همون رو تکرار میکنن که تو حالا ویدیو قبلی هم دیدید همشون شما هم یه حرف رو تکرار میکردن با همون جمله های تکراری سعی میکنن اصلا ما رو خورد کنن Even CIA officials حتی یه نامه نوشتش که آقا این اتفاق امکان نداره که حقیقت باشه. The CIA anyway. میگه سن کی رفته بود از CIA نظر بخواد بسیار مربوط نمیشه این قضیه که that on the or its was هر کسی که در مورد لپتاپ و یا محتویات اون مده بود خبر کار کرده بود متهم شده بود به دادن اطلاعات غلط. And they were censored. و همهشون با هم سانسور شده بودن. In America, not Russia. Thank تو آمریکا ها نه روسیه. about that. They اون پستایی که رو توییتر در مورد این مسئله بودم حذف کردن. Country's oldest در مورد روزنامه‌ای صحبت میکنیم که یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ایالات متحده است ولی اون رو محکوم کردن به اینکه توطعه چیده و دروغ گفته. جالب میگه حتی بایدن هم تیه ورداشته بود و سعی میکرد اون گندی که زده رو یه با طی تمیز کنه آیا این لپتاپ تو بوده؟ میگه واقعا نمیدونم میگه واقعا واقعا نمیدونم میگه چه جوابی بهش بدم میگه با آره یا نه بگو میدونی لپتاپ بر تو بوده یا نه میگه نمیدونم ممکن این لپتاپ برای تو بوده باشه حالا دقت کنید سوال از شما میپرسن که آقا ممکن این ماشین شما بوده باشه ممکن این لپتاپ برای شما بوده باشه جواب دقت کن میگه بله قطعا ممکنه یه لپتاپ اون بیرون باشه که برای من باشه out there that was stolen from me. The... که از من دزدیده شده باشه could be that I was hacked. ممکنه که من حک شده باشم <applause> ممکنه که این کار اطلاعاتی روسیه باشه این سوال میگه ممکنه یه لپتاپ بیرون دیگه با... کسی که لپتاپی که داره ایمیلشو داره چک میکنه که دیگه چیزی نیست بگی نمیدونم که حتی انقدر هایی هستش که اگه یادشونی رو فر ولی کلا میگه ممکنه یه لپتاپ بیرون باشه داریم دا در فیزیکی حرف میزنیم بعد میگه ممکنه که حک شده باشه ممکنه که کار اطلاعاتی روسیه باشه یه چیز کاملا خنده دار که حق داره جسی میخنده <تصفيقا> The disinformation campaign was a huge success. یعنی واقعا این کمپین ضد اطلاعات یه موفقیت بسیار بزرگ به دست آورد. Polls showing that one in six Biden voters would have changed their votes if they had known about the laptop. نظرسنجای میگن که از هر شش نفر یک نفر از کسایی که به بایدن رأی دادن گفتن که اگر در مورد لپتاپ میدونستن به بایدن رأی نمیدادن so, میگه اگر این داستان دنبال کرده بودین امروز که نیویورک تایمز رو وامی کردین قطعا سروپرایز میشدید to... حالا همجوری ورق میزدیم میرفتیم به صفحه بیست میرسیدین این تیتر رو می دیدیم. Hunter Biden بایدن tax bill, but broad federal investigation continues. Uh, Hunter Biden پول مالیات رو داده ولی تحقیقات فدرال همچنان ادامه داره. Is this the first time the into deals? این دفعه اولی که دارن در مورد قراردادهای تجاری مشکوک بودار هانتر بایدن تحقیق میکنن The Times reports that this all started off with a tax audit under the Obama Biden administration. <laughs> ادعا شده که کل این داستان تحقیقات از زمانی شروع شده که زمان اوباما و بایدن عمدا حسابرسی مالیاتی انجام دادن برای هانتر. And then it soon turned criminal. When his dad was for so... و میگن که سریع هم تبدیل شد به تحقیقات جنایی اونم دقیقا زمانی که بابای طرف معاون رئیس جمهور بوده. You're telling me that the Obama Biden administration started looking into Biden's son's taxes? یعنی شما ادعا کنید که در کابینه بایدن و اوباما مقامات اومدن و سعی کردند برن اون رکوردای مالیاتی ر مالیاتی هانتر بایدن رو برن بررسی کنن like... و پسر بایدن هیچ چی در این رابطه به باباش نگفته. Hey dad, why is your IRS auditing me? اصلا بگی که بابا چرا اداره مالیاتیت داره مالیات منو حسابرسی میکنه؟ There's no way Joe didn't know. اصلا محال ممکنه که جو ندونسته باشه. And then your father's running for president and the feds open up a criminal investigation into you for money laundering? و بعد فدرال میاد جلو شروع میکنن در مورد پولشویی های تو تحقیقات انجام میدن say, hey, بعد تو بابات نمیکشی کنار مثلا بگی که ببین بابا یه مشکل کوچیکی هست که ممکنه وسط کمپین دیو بزنه بیرون huge deal but چیز خیلی مهمی نیست من یه جورایی تحت بازجویی تحت تحقیقاتم معلومه که هانتر بایدن رفته به جو اینو گفته کل مدت بایدن میدونست لپتاپ واقعیه نیویورک تایمز هم خیلی مخفی وسط عمق اون مقاله خودشون به این اعتراف کردن. Those emails were obtained by the New York Times from a cache of files that appears to have come from a laptop abandoned by Mr. Biden in a Delaware repair shop. یعنی شایعونه این که از فایل های کش شده لپتاپی که در دلاور تو خدمات کامپیوتری افتاده بوده از اونجا به دست آوردن. The email and others in the cache were authenticated by people familiar with them. and with the investigation. که گفتم اطلاعاتش توسط محققان و آدمای اهل فن تایید شده. So پس we right حق با ما بوده وقتی گفتیم که به, به هانتر بایدن سه میلیون دلار پول دادن این پول هم توسط یک بیلیونر روسی پرداخت شده so you're مزورت این که حق با ما بوده وقتی گفتیم که پسر بایدن یک الماس سقیراتی گرفته از یه تاجر چینی کمونیست سقیرات یه سنگ بزرگه وقتی یه مردی به یه مرد دیگه الماس میده دو تا معنی داره یا خواستگاریه یا رشوست میگه پسر باید این سری کاره عجیب و غریب میکنه همین زندگی کسیفی که داره پس با کلن اسمشو میذاریم یک پیشنهاد بیشهرمانه چون در دو حالتش هم حالا بیشهرمانه هست دیگه میگه پس حق با ما بوده که هانتر بایدن به عنوان متخصص. سوخت پنجاه هزار دلار حقوق می گرفته از اون شرکت بوریسما که شرکت جلی بود که احمد خانوادگی تاسیس کرده بود با اوکراینی اونو میگه و که هانتر بایدن جور کرده بودش که پدرش بتونه با اون لابیستای اون طرف بوریسما بتونن جلسه بذارن قبل از اینکه دادستان اوکراینی که داشت خضیه رو دنبال میکرد و باعث اخراجش بشن right اونم حق با ما بوده میگه پس اگر حق در مورد همه این موارد با ما بوده چون همونطور که الان آدمای اهل فن و غیره اومدن منتشر کردن که آقا این اطلاعات لپتاپ درست بوده Then that must mean... Really is the big guy. این ثابت میکنه که آدم اصلی این اتفاق جو بایدن بوده and then it has 10 for the big guy held by H. میگه 10 درصد برای آدم اصلی است که نوشته held by H میگه به نام H ازش توی این حساب رسیدش نام بردن I میگه من هزار درصد مطمئنم که آدم اصلی یا اون بیگ گای همون جو بایدنه um, the, میگه برای من مثل روز روشنه واسه اینکه من تو این داستان بود این خودش تو داستان بوده دیگه هم بابلینسکی میگه من این داستان زندگی کردم میگه آدم بزرگی دروغ گفت وقتی که داشت کاندیر ریاست جمهوری شده بود Well, میگه کاملا حرف بی خودی, حرف مسخره من ردش میکنم بعد ترامپ میگه میگه اون سانی میلیون دلار نگرفته بود جو میگه اون میلیون دلار پول گرفته بود میگه نه درست نیست میگه پسر من هیچ کار اشتباهی انجام نداده ترامپ میگه چرا من متقدم انجام داده میگه ترامپ نمیخواد که من جواب بدم چون میدونه من حقیقت رو میگم میگه جایگاهش کاملا متزلزل شده میگه با توسط کی توسط مدیا well, توهین میکنه به ترامپ میگه با این دلغک به هیچ جایی نمیرسیم میگه خب بایدن، ها، کمیته اطلاعاتی و بیگ تک. Lied. شما هم دروغ گفتن. And to win an و اطلاعات خطرناک اطلاعات غلط خطرناکی رو نشر دادن، منتشر کردن تا بتونن یک انتخابات رو برنده بشن. And it gets worse if you can believe it. خیلی بدتر هم شد اگه باورتون میشه. Joe knee deep in Hunter's finances. Shared bank accounts. قضیه جو بایدن با هانتر بایدن به همینجا ختم نمیشه رابطه پدر فرزندیشون الان داره میگه میگه اینا حسابای بانکیشون وضعیت مالیشون با همدیگه مشترک بوده به حساب مشترک بانکی داشتن کارت اعتباری مشترک داشتن صورت with... حسابای همدیگر رو پرداخت میکردن foreign money? با پول کثیف خارجی البته. The laptop and the emails confirm those accusations. لپتاپ و ایمیل ها تمام این اتهامات رو تایید میکنه. He was allegedly cutting 10% here and there in exchange for secret meetings. With... ده درصد داشته کمیسیون میگرفته چپ و راست به خاطر قرارای مخفیانه که برگزار میکرده با تاجرای چینی که همشون هم تاجره بوداری بودن موقعی که تو وایت هاوس به عنوان معاون, وز... معاون رئیس جمهور بوده meetings قراراش تو کافه میلانو در واشنگتن میذاشدی که جای خیلی قشنگی هم هست با یه سری تاجر روسی و قذاقستانی و اوکراینی همه با هم was to up deals with. که اینجا هانتر سعی میکرده که یه جورایی قرار اون وسط جوش بده I met with the former vice president in person multiple times and I had been meeting and talking with Hunter Biden and uh, Jim Biden and Rob Walker and James Gilliar. میگه من چندین و چند بار با جو بایدن به صورت خصوصی ملاقات کردم با معاون رئیس جمهور و ملاقات‌های زیادی هم با هانتر بایدن و جیم بایدن داداشش و راب واکر و جیمز کلیر داشتم. آه oh. Biden brothers too. بایدن هم دستشون تو کاره. و جو اصلا با هیچ کدوم این مسئله مشکلی نداشته. His family was getting filthy rich. چرا باید مشکلش شروع فامیلشون خانوادهش داشتن خرپول میشدن دیگه. Remember how smart Hunter Biden is? اه، یادتونه که چقدر هانتر بایدن باهوشه؟ He is the smartest man I know. اون فرد بالغیه اون باهوشترین کسیه که من میشناسم داره پسرش تعریف میکنه I mean, in front of pure دارم با صداقت کامل و نی... خلوص نیت و این داستان ها میگه تا وقتی که اون حالش خوبه و اوزاش ردیفه ما هم اوکییم جو سیز هانر میگه هانتر باهوشترین کسیه که من میشناسم باهوشترین میگه شاید خب این توجیح کنه قضیه افغانستان و قضیه مرز و قضیه تورم و قیمت سوخت و یعنی وقتی متر یارو باهوشترین فردی که میشناسه هانتر بایدن و برای همینه که عقلش به بقیه نمیرسه یعنی میخواد دیگه انقدر خودش خنگه اینجوریه Here's what happened when Jen Psaki was asked about this story today. این اتفاق این اتفاق افتاد وقتی که امروز از جن ساکی در مورد لپتاپ پرسیدن حالا امروز این با امروز ما فرق داره این چند روز پیشه The New York Times has authenticated emails that appear to have come from a laptop abandoned by Hunter Biden in Delaware. میگه نیویورک تایمز راستی آزمایی کرده اطلاعات که از لپتاپی که حالا میدونید در دلاور و اینو برای هانتر بایدن بوده به دست ورده میگه رئیس جمهور تازه گفته بودش که تازگی ها گفته بود که این داستانی که نیویورک پست چاپ کرده بود یه مش چرت و پرته و این داستان کار شده یا داستان سرچشمش هم روسیه است یه that? yeah, هنوز پای این حرف که زده وای میسه؟ میگه این, اینو اشاره میدم برید از قوه قضاییه بپرسید و از وکیل هانتر بایدن بپرسید اون برای دولت کار نمیکنه. سوال پیتر چیز دیگه بودش برگش گفتش که رئیس شما که گفته این حرفا چرت بوده الان که مشخص شده چرت نبوده حرفش عوض میکنه اینم برگشت گفتش که برید از قوه قضاییه بپرسید Hunter doesn't work in government. <laughs> یه هانتر برای دولت کار نمیکنه؟ Yes he does. که میکنه. It's the family business. بابا این شغل خانوادگیه. Hunter is the family lobbyist. بابا هانتر لابیگر خانواده است. Excuse me, Hunter is also a very talented painter. Uh, در زم هانتر یه نقاش خیلی باست دادم هست. And if foreign agents want to spend quarter mil to buy influence, I mean a painting. میگه اگه مامور خارجی میخواد یه چیزی هلوش یک ربع میلیون پول خرج کنه تا بتونه نفوذ یا آره بهترین نفوذ پیدا کنه رو دولت From the first family, well. از خانواده اول آمریکا مطمئن باشید که در مورد اون مسئله به هیچ عنوان کاخ سفید کامنتی نمیذاره یعنی اشاره میکنه به داستانی که قبلا افتاده حساب کن این اوج نقاشی چشش دو ابروه یکی از روش های پولشویی اینجوریه که برای اینکه پول تبدیل به سفید بکنن طرف نقاشی هم خوب نیست تابلو چرت میکشه بعد این پول رو میده به یکی نقدی مثلا از یک کشور دیگه میگه تو بیا نقاشی منو بخر چون الان اومده بابت نقاشی پول داده این پول سفید میشه دیگه یعنی پوله میتونه بره تو حساب یا رو با پول میتونه بره ملک بخره هزار حرکت بکنه بعضا از اینجا متوجه میشن که وقتی اثر هنری یارو رو نگاه میکنم میدن مثلا ارزش هنری صفره الان میگه نقاش خوبی هم هست اگر یه معمور خارجی هستید که میخواین نفوذ رو کاخ سفید پیدا کنید کافی بیان یکی از نقاشی های با هانتر بایدان رو با دلار بخرید If they do, it's just more hey. میگه این اتفاقا بیفته مچه یارو رو, رو بگیرن قدر مسلم میگن که آقا یه میس یا اطلاعات غلط دیگه بوده اما دوستای عزیز و مهربون اول برنامه صحبت کردیم در مورد این اتفاقه در مورد اینکه چجوری باید باشیم کمک کنیم به دوستای عزیزمون به هموطنای عزیزمون یکی از این اتفاقاتی که انجام شده که اتفاق بسیار بسیار زیبایی هم بوده مطمئنم که خیلیاتون تو این اتفاق مشارکت کردید اینو ببینید بذارید شوشاتون حال بیاد من دوباره در خدمتم سلام به دوستای گلم یادتونه آقا بابک از ترکیه کلی بغز داشت و گریه داشت و حالش خیلی بد بود من الان حدود بالای شش ماهه که ویلچرم شکسته انقدر بردم جوش دادم پیش این استاد کار ترکه گفت دیگه نیارش این آلمینیوم هر وقت جوش میدی از بالاترش میشکنه خشک میشه یادتونه گفتیم بابا بابک جان مگه هموطن نداری مگه تو بیکس و کاری مگه ریشه نداری چرا قصه میخوری گفتیم که الان که مردم صدای تو رو بشنون قطعا میان کمکت اینم ویلچر بابک عزیز با یه سری خوردنی و خورد و خوراک برای شب عید کلا داستان از اینجا شروع شد که من تقاضایی داشتم به بنیاد نوروز خاری تماس گرفتن و مسئله رو مطرح کردم و آیه متقی هماهنگ کردن یک سری عزیزان اومدن اینجا فیلم برداری کردن مشکلات رو از نزدیک دیدن منم گفتم خدمتشون آقا متقی و اخبار خاموش و بنیاد نوروز و کانبیز فیلم بردار و همه اینا بهونه است. شما بودین که اتفاق بزرگ رقم زدین دو تا تاکسی مجبور شد کامبیز بگیره وسایل ببره اونجا تحویل بده چه قدم خوشحال شد حالا میریم جلو میبینیم اول همه چقدر جالبه که بعضی موقع سقف زندگی آدم سقف آرزوهای آدم یه ویلچره که فقط بتونه تو خونش باشیم برون ور بره و مطلب بعدی اینه که باید یاد بگیریم بخوایم یاد بگیریم که غرورمون رو بذاریم کنار اگه احتیاج به کمک داریم یه جایی که میدونیم بهش اطمینان داریم بیام خواستمون رو مطرح کنیم مطمئن باشید یه سری پیدا میشن کمک میکنن سلام عزیزان خدا رو شکر میکنم برای امروز خدا رو شکر میکنم برای اتفاق قشنگی که امروز افتاد و در روز تولدم یک کادوی خیلی زیبا از طرف شما عزیزان با همانگی یک سری عزیزانی که پشت پرده هستن و من نمیدونم و ندیدمشون و اطلاعی ندارم ازشون افتاد انقدر بارو زیاد بود و کامبیز خسته که اینجا مثل عزت دست باشه گلدون از دستش بیفته رو زمین خواهش میکنم هیچکی نمیدونست که اون روز روز خاصیه برای بابک ولی وقتی میدیدیم چشاش داره میخنده ما هم قلبمون گرم میشد بابک اینقدر خوشحال شده بود که اومده بود دم در میخواست ویلچر رو بغل کنه که دیگه کامبیز میگه بابا جون بذار بیایم تو بازش کنیم ببینیم سالمه یا نه اونجا تقدیمت میکنیم ویلچر رو نمیدونیم که چقدر خوشحال شده بود مدت بود که منتظر بود بتونی یه ویلچر سالم داشته باشه که به قول خودش با بچه هاش وقتی میره بیرون باعث خجالت اونو نشه ممنونم ممنونم خیلی باشه این نگاه برای من یه دنیا حرف داشت یه دنیا ذوق داشت باورتون نمیشه انقدر که بابک خوشحال شد منم اندازه اون همینقدر خوشحال شدم این بر اصلا داشتم فکر میکردم کاش که اینا که کمک کردن اینجا بودن دست تک تکشونو رو میبوسیدن میگفتم که این یعنی کمک کردن یعنی وسنتون که لنگ ویلچر که بتونه راه بره رو تو شهر قریب تو قربت بتونی کارش رو راه بندازی یه لبخند بیاری براش ممنون از همه کسایی که با عشق و محبت اینجا من اینجا رسوندن من ویلچر نمیبینم من واقعا عشق و محبت و انسانیت میبینم واقعا دستشون باز کنه واقعا ممنونم بار ممنونم آمیزو ممنونم بار بخواهش بکنم از همه کسانی که تو این کار دستی داشتن و کمک کردن ممنونم تشکر میکنم آمین که بتونم یه روزی این محبت بزن. و یه جایی دای جای دیگه یه جوری دیگه منم بتونم جز این کسایی باشم که جبران, جبران کنم وضعیت دوستای منم مثل بابک بین خنده و گریه بود تا اینکه فهمیدن چرا امروز برای بابک روز خاصیه امروز روز تولد بابک امروز روز تولدمه جدی میگی رو واقعا ممنونم واقعا ممنونم خدای شکر این تیجام داشتم واقعا ممنونم این کادوی تولد خدای شکر در نتیجه امروز باز هم به کمک همون عزیزان ویلچری که من میخواستم و نیاز داشتم واقعا بهش چون ویلچرم شکسته بود و به سختی چندین ماه شکسته بود و دیگه جای تعمیر یا درست کردن نداشت تهیه کردن و برای من آوردن خیلی خیلی ممنون به خاطر این کادوی زیبا خاطر هدیه ای که شما امروز تو روز تولدم به من دادین واقعا ممنونم خدا همه خدا چیز رو خودش میزون میکنه خدا. بازم تشکر میکنم با نوروز بهار امید را هدیه دهید برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1704 544 7800 تماس بگیرید. خسته نباشید دوستای گلم میدونم که خیلیاتون حالتون الان عوض شده بسیار بسیار حس خوبی آدم میده وقتی که کمک میکنی گره از مشکلات کسی باز میکنی اونم یه کسی مثل بابا که این همه درگیر مشکلات رنگ و رنگ سلامتی و زندگی و اقتصاد و همه چی هنوز هم من حتی با همین ویلچر چجوری میتونه این پله ها رو اینجوری بیاد بالا و بره پایین نمیداریم که هر کی تو این کار نیکوکار نیکوکارانه شرکت کرده امیدوارم که چندین چند برابرش رو دست روزگار روش برسونه فقط بگم امثال بابک ما کم نداریم بابک هم خیلی براش تحقیق بیاد جلو دوربین لط کنید یه مقدار قصه هم وطنتون رو بخورین در هر حدی که میتونید سعی کنید کمک کنید که بشه گره از مشکلات این دوستان بردا شماره بنیاد رو صفحه است یک هفتصد چهار چهار یا میتونید با سایت نوروز .org ارتباط برقرار کنید و وسط صفحه گزینه دونیت هستش که اونجا میتونید حتی کمک های خودتون از طریق بنیاد نوروز به مردم عزیزمون برسونید اما در مورد همه چیز صحبت کردیم یه چیز دیگه که خیلی مهم هستش داستان رو شدن میس اینفورمیشن خود رسانه های اصلیه که این یکی از مسائل خیلی بزرگی که الان شاید بیشتر از خوده لپتاپ هانتر بایدن روش صحبت بشه چون یه مسیری داره که دیگه چنگک و انداختن دیگه از لحاظ قانونی و حقوقی و میره جلو اما چه اتفاقی باید بیفته برای این کسایی که اومدن کسانی رو سانسور کردن اکانت کسایی معلق کردن که داشتن حقیقت رو میگفتن آیا باید تو اون پس بدن؟ آیا جرمه نقدی میشن؟ آیا از کار برکنار میشن؟ چه اتفاقی قرار بیفته این صحبتیه که میریم پیش تاکر کارسون اون برامون صحبت میکنن so massive, massive میگه به نظر من یک پیروزی بسیار بسیار بزرگی برای کسایی که این وسط سانسور شده بودن the first among them is Miranda یکی از بزرگترین یا اولینای اونا هم خانم میراندا دیواینه. میگه اون کسی که اه... وقتی کتابش اومد بیرون و اومد در مورد این حقیقت صحبت کنه سری سانسورش کردن کسی که ستون نویس نیویورک پست بوده و در مورد مسئله صحبت کرده بود امشب اون ملحق میشه میران I mean, um, right این چه حسی داره وقتی که نیویورک تایمز میاد اعتراف میکنه که کل این مدت حق با تو بوده

روزنامه نیویورک پست رو میخوندی یا بیننده فاکس نیوز بودی 16 ماه قبل همه اینا رو میدونستی right. اصلا لازم نداشتی که نیویورک تایمز مثلا بزرگ بیاد به تو بگی که آقا این داستان درسته that the we did that. یا اینکه بیان بگم ما راستی آزمایی کردیم و خودمون این کار رو انجام داده بودیم And, uh, we And have to do so fear or favor. ما اعلام کردیم که, که این داستان درست بوده و ما کار خودمون رو ادامه میدادیم بدون اینکه بخوایم بترسیم یا به اینکه بخوایم تحت تاثیر ترس یا رشوه قرار بگیریم. But unfortunately, the New York Times متاسفانه خواننده های نیویورک تایمز در جهل و نادانی نگه داشته شدن and... توسط روزنامه خودشون البته به خاطر دلایل مشخص عمدی این اتفاق افتاد به خاطر اینکه میخواستند که انتخابات 2020 و دونالد ترامپ بازنده باشه so در همین زمان بودش که تمام استانداردها و اخلاقیات همه روزنامه‌نگارا رو از پنجره پرت شد بیرون اصلا مهم نیستش که الان چقدر تلاش کنی سعی کنی یه جلوه دیگه بهش بدی و بخوای بگی که اه خودت همه الان فهمیدی اینو بگم که حتی اگر شما شما لپتوپ هم در اختیار نداشتید you know, همونطور که خودت میدونی بخوایی که تو, تو اون با تونی بابلینسکی مصاحبه کرده بودی گفتم کریستاکر مصابه تاکر کارسون مصاحبه کرده بود a patriot, a اون کسی که منافع شخصی خودش ایستاد مثل یک وطن پرست واقعی اومد و شهادت داد دیگه the the ایستاد و سعی کرد که حقیقت رو در مورد جو بایدن به کل دنیا بگه چجوری از نفوذش استفاده کرد چجوری از قدرتش سو استفاده کرد تا از کشور خارجی بتونه پول بکشه بیرون uh, And... حتی اگر هزینه اون زد هزینه اون دادن منافع ملی آمریکا باشه یعنی در حقیقت منافع ملی آمریکا رو فدای اون پولی کرد که میخواست از کشور خارجی بگیره the, uh, the الان هم در حال ما داریم سمره همون اتفاقات رو درو میکنیم میگه حالا الان که دیگه بعد از همه اتفاق میدونیم که آقا همه هم با هم داریم در مورد یه داستان حرف می‌زنیم. همه با هم دیگه متفق القول این که بله آقا این داستان بوده واقعی هم هست و الان دیگه معتقدیم که آقا این چیزی که الان وجود داره واقعیت محضه بعدش چی کام کنیم؟ be... به نظر من قدم بعدی اینه که بریم بررسی کنیم کارهای اشتباه و غیرقانونی که رئیس جمهور و خانوادهش انجام دادن این چیز بسیار مهمیه همه اینا تو لپتاپ هست ولی باید در موردش یه کاری انجام بشه و that that باید در مورد این رژیم سانسورگر یه کاری انجام بشه همون رژیمی که همون روز اول تو رو سانسور کردن اومدن پارلر از یادتونه که یه سایت اومد پارلر که بیاد جایگزین بشه سری پارلر رو سایتش رو داون کردن بنده خوده بدبخ شد یا رو میگه از اون شرایط وضعیت وضعیتون بهتر نشده هر چیزی که داریم میگیم انا داره سانسور میشه هیچکس نمادش هیچ حرفی نمیزنه Yes, and also the 50 uh, former intelligence people. I mean, that was John Brennan, former recent head of the CIA. میگه بله درسته و حتی اون پنجاه نفر افسر اطلاعاتی که مالا صحبت کردم میگه جان برنان کسی که رئیس سابق CIA بوده لیون پنیتا اونجا بوده جیمز کلپر بوده و مایکل هیدن این آدم ها تا همین امروز تو CNN به عنوان متخصصان روسیه و اوکراین میان و به عنوان کاشناس نظر میدن این آدم ها نباید به هیچ عنوان دیگه سرشون رو در مجموعه عمومی بالا نگردارن right. اونا اعتبارشون و آبروشون نابود شده با توجه به این که بدون که با اون لپتاپ نگاه کنن، اطلاعاتش رو بررسی کنن، دروغ گفتن و نامه ای رو امضا کردن که تأیید میکرد همه اینها اطلاعات غلط روسیه و اونا باعث شدن که جو بایدن قصر در بره you know, then... میگه فکر یه سری آدم به خاطر هیچی نابود شدن، به خاطر یه سری کامنت که زیری پست گذاشته بودن در حالی که جنرل کاره واقعی دارن قدم میزنن آزادانه تشکر میکنه از خانم میراندا دیوین و باز هم بهتون میگم که این داستان اینجا تموم نشده داستان طولانیتر خیلی حساستر هم هست حتی بگم مثلا این ویدیو میتونست که زمانش دو برابر هم بشه ولی چون میدونستم نگاه نمی کنین و خودم سخت همه بیشتر از یه مدت زمانی وقتی اینجوری هی بشینم و بخوام حرف بزنم و اینا گفتم که میذارم باقیش رو در یک فرصت دیگه البته بستگی داره که چقدر این تو کامنتو ها بگید دوست دارید که اینو دنبال بکنید یا خیر ولی امیدوارم که از این بخش خبری ویژه خبری راضی بوده باشید من مطمئنم که خیلی ها دنبال این اتفاقا بودن و همه دوست دارم هم بدون آقا سرنوشت پلید انتخابات 2020 کی مشخص میشه و کی همه چیز رو میشه و دست تمام متقلبین رو میشه حالا دو هدف داریم یکی این که یک کشور بود که حالا الان کامل نمیتونیم بگیم دموکراسیش از بین رفته ولی یه کشوری بودش که همه تلاش میکنن به اون برسن وای به روزی که بگن داد نمکه و حالت دیگه این که خیلی از آدما دور ما بودن که وقتی ما هم مثل حالا فاکس نیوز مثل نیویورک پست میومدیم حرف میزدیم گفتم داری فیک نیوز پخش میکنی خبر راستونی که سی میزنه به همه این تهمت زده شده ما هم دم پای ابری گذاشتیم کنار هنوزم داره خیس میخوره دونه دونه اینا میاد بیرون و شروع میکنیم ما خودمون دفاع کردن اما اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید گزینه سابسکرایب رو بزنید و لطفا لایک بزنید ویدیو رو با دوستانتون در فضای مجازی به اشتراک بگذارید خیلی هستن که منتظر این خبرها هستن منتها دسترسی ندارن شما براشون ارسال کنید شب روزگار خوش لبخند رو لب ایام بکام جیب پر پول تا درود دیگر بدرود